به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام و وقت بخیر بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. 25 جوزا و 15 جون 2022 میلادی است. نصیر موحدی هستم. توجه شما را جلب میکنم به تازه ترین خبرها از افغانستان، خبرهای از بلخاب، ناهور، پنجشیر، بدخشان، بیسود و مالستان را برخی ساعات دیگه افغانستان انتخاب کردیم. اگر از طریق فیسبوک بیننده هستین، این گزارش را به اشتراک بمانید. ما خبرها را از بلخاب آغاز میکنیم. استاد محقق نسبت به لشکرکشی در بلخاب و واقع به آن هشدار داده و میگوید که حمله بر بلخاب و مولوی مهدی حمله بر هزارها ترقی میشود. آقای محقق حکومت گروه تا را تقومی و تکجریانی خوانده که به گفته آقای محقق تحمل دیگر اقوام، حتی افرادی که در طول سالها با آنان بودن را نیز ندارد. آقای محقق خواستار حل تنش‌های بمیان آمده از طریق گفتگو شده و گفته است وقوع درگیری به ضرر هر دو طرف خواهد بود و حمله بر بلخاب بر حمله بر کل هزارها متلقی می شود، چون تمام هزارها را متاثر می سازد. این در حالی است که امروز منابع در گفتگو با سنترال افغانستان تایید کردند که در کابل جریان های شکل گرفته تا یک هیئت دیگه هم با وجود بیاید و این هیئت هم به گفته منبع قرار است که از 11 ولایت نماینده و عضو داشته باشد که در آن اعضای گروه تا و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان نیز حضور داشته باشد و به بلخاب بره تا مولای مهدی را قناعت بده و به کابل برگرداند. برخی افراد نزدیک به مولای مهدی هم امروز در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که برای آنها نیز خبر داده شده که هیئت قرار است به بلخاب بیاید و ما دقیق نگفتند که دقیقاً چه کسانی در این هیئت شامل هستند. واسوی هم تأکیدشان بر این بود که مولوی مهدی حرفش یکی است، ما در حکومت سهمی برای خود نمیخواهیم بلکه برای مردم هزاره جایگاهی میخواهیم، جایگاهی که شایستهشان هست، جایگاهی که حقشان هستن. ادامه جنایت کوچه ها در بیسود میدان وردک و ناهور ولایت غزنی. کوچه ها در ادامه زورگاهی ها و باجگیریشان در ولسوالی ناهور ولایت غزنی و ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک مزاری مردم را چرانده و به باشندگان محل نیز آسیب رسانده است. بر اساس گزارش هایی که همه روزه به دست ما میرسه و برخی رسانه های دیگه هم منتشر کرده، هرچند که در اکثر نقاط هزارجات خصوصا شاهد جنایت کوچه ها بودیم، اما در روزهای اخیر در بیسود و ناهور شاهد مظالم بیشتر این گروه هم بودیم. در اواخر اینا در بیسود به باشندگان محل در برخی از خریجات هشدار دادند که در ظرف یک هفته باید مزارع و حاصلات زراعتیشان را جمع‌آوری کنند. باشندگان محل ما میگن که برای ما هشدار داده که اگر در یک هفته مزارع و محصولاتتان را جمع‌آوری نکردید، زمین‌هایتان چرانده شد تقصیر ما نیست. آنان میگن اکثر جاها محصولات زراعتی مردم نرسیده و نمیتونه که در ظرف یک هفته جمع‌آوری بکنند. با وجودی که مردم به ولسوالی هم بارها شکایت کردند، اما مسئولان گروه تا جلوی کوچه ها را نگرفته است. کوچه ها همچنان در ولسوالی ناهور دست به جنایت زدن و بعد از آن که مردم شکایت هایشان بیشتر شدن و حتی شمار از باشندگان محل توسط کوچه ها زخمی شدن، گروه تا یک هیئتی به این ولسوالی فرستادن تا بررسی بکنه که واقعا حق با کی هست. هیئت گروه تا به ولسوالی ناهور میره، گفتگوی با مردم داشته و رفته به چشم خود دیده که کوچه ها مزارع مردم را چرانده، باشندگان محل را لت و کوب کرده، خانه های برخی ها را چور کرده و حتی نظامیان خود این گروه تا را هم در اونجا لت و کوب کرده است. این هیئت گزارش خود را در مرکز هم در کابل آورده و در اونجا واضح وضاحت داده و نوشته شده که کوچه ها بر مردم ظلم کرده، حق با مردم ناهور است و جلوی کوچه ها گرفته شود و حتی کوچه ها مسلح هستند، سلاح خود تسلیم نمی کنه، حتی نظامیان گروه تا را لتوکوب کرده. این در حالی است که سنترال افغانستان در طول هفته های گذشته بارها از ناهور گزارش داشتن و مردم هم با اسناد که ارسال کردن ما گزارش نشر کردیم که متاسفانه باشندگان محل توسط کوچه ها زخمی شده و لتوکوب شده، مزارعشان چرانده شده و حتی کوچه ها زمین های مردم را ادعای مالکیت کرده بدون از آن که هیچ سندی داشته باشند. از ولسوالی مالستان در هنجواری ولسوالی ناهور هم خبر میرسه که یک فرد که عضو گروه تا است و ناحق تلاش داره از یک باشنده مالستان به نام یاسین نام باج بگیره. ای عضو گروه تا ادعا کرده که یاسین نام در دوره جمهوریت در سالهای اخیر
350,000 افغانیش را در زور گرفتن و البته این عضو گروه تا حتی یاسین نام نمیشناخته چون تهمت زده بودن. بعدا مردم به مسئولان ولسوالی میگه که خوب ما یاسین نام حاضر میکنیم. زمانی که یاسین نام حاضر میکنه خود یاسین پیش میشه در ولسوالی میره و به کنار مفرد مدعی میشه، میگه که ما یاسین آوردیم. گپ از چی قرار بود؟ میگه که یاسین 350,000 افغانی مرا در زور گرفته بود، من میخوام از پیش پس بگیرم. این میگه تو یاسین میشناسی؟ میگه بله یاسین من میشناسم، او خودش از دست خودم گرفت پیسه در زور. بعد میگه که من یاسین هستم، تو اگر یاسین میشناسی ادعا میکنی خب بیار سند خود در زمین، من یاسین هستم چطور مرا نشناختی؟ ای آدم در اینجا با وجود که شرمنده میشه. بعد یاسین یخنش محکم میگیره، آه تو بودی، این را پس بده پیسی مرا، یک 350,000 افغانی خواهی، ما از تو میخواییم. در نهایت حتی مسئولان گروه تو از او سند میخواهی، او سند پیشکش نمیتونه و ای یاسین با وجود که هم نمیشناخته اما چون واسطه داشته در ولسوالی یک مقدار پول از یاسین گرفته و حتی هنوز هم یاسین ایلاگر نیست و میگه که بیا بازم پیسی سرت مانده برای من پیسی مرا بدی. از سوی هم در همین منطقه به نام یخ پلاخ که من قبلا هم گزارش داشتم چند هفته قبل که دو نفر از باشندگان محل توسط کوچه ها لتکوب شده بودن، وقتی که مردم شکایت کردن اکنون اما کوچه ها گفته برای هر دهقانی که در اونجا لتکوب شده که دو دهقان بوده امروز، برای هر کدامشون 20,000 افغانی میتیم، زراعتشان چرانده شده، هیچ خودشان که زخمی شده در شفاخانه هست چقدر مشکلی صحی برشان خلق شده، هیچ، فقط 20,000 افغانی گفته برشان میتیم، در حالی که به گفته باشندگان محل 20,000 افغانی هزینه تداویشان نمیشه. کوچه ها اما دلیلی که زمین های مردم رو چرانده گفته ای که چون اینجا چشمه ها هستن و سوی هم ما همشه وقت رماحق به خاطر آب خوردن میاریم و زراعت مردم هم دیگه چراندیم و این چیزی عادی نیست، ما همشه وقتی کار میکنیم و تقصیر ما هم نیست، خب حیوانات ما تشنه هست. این بهانه عجیب بوده که کوچه ها در اصحات آورده. من تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان، رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده شرعیات گفته که زین پس باید تنها فقه حنفی تدریس شود. من جزئیاتش را امروز هم در گزارش مختصر برای شما گفتم. البته قضیه هم بعد چند سال قبل برمیگرده، بعد از اینکه مکاتب در افغانستان در جاهایی که هزارها و شیعه هستن بر اساس فقه حنفی مضامین دین تدریس میشدن، دانشگاه بامیان همه طرح داشتن، طرحشان هرچند که از سوی وزارت تحصیلات عالی حتی تایید هم نشدن اما رد هم نشدن، ولی اینا برشان اطلاع داده بودن که زین پس ما با اصول فقه جعفری تدریس میکنیم، ولی وزارت اونا را نه رد کرده بود نه تایید. اما اکنون مسئولان گروه تا میخواهد که دوباره تدریس با فقه حنفی با پیش بره و باید بعد از این با فقه جعفری تدریس نشود. اخیراً کابینه حکومت سرپرست گروه تا طرح توزیع شناسنامه الکترونیکی برای کوچه ها را تایید کرده که بر اساس آن کوچه ها از این پس شناسنامه الکترونیکی دریافت خواهد کرد. با این حال برخی کارشناسان نگران هستند که هزاران پاکستانی که تحت نام کوچه سالها در افغانستان می آمدند و عامل جنگ های بین کوچه ها و مردم دهنشین هم بودند، می توانند از این فرصت استفاده کرده و به نام خود تذکره بگیره و هویت افغانستانی برای خود به نحوی بتراشه. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای چندمین بار از حکومت سرپرست گروه تا خواسته است که مکاتب را برای دختران باز بکند. کرزی در اعلامیه که امروز هم منتشر کرده نوشته است که شورای علما در ولایت های مختلف افغانستان خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران هست و گروه تا باید دروازه های مکاتب را برای همه دخترها باز بکنه و به خصوص دخترانی که از صنف 6 به بالا هستن و از رفتن به مکتب منع شدن. منابع در ولایت بدخشان گفته که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر گروه تا وارد یک عروسی شده و زنان و مردان را لتکوب کرده. دلیل لتکوب زنان همی بوده که در امو سالونی که عروسی بوده، هرچند که بخش زنان کاملا جدا هست، اینا وارد میشه و میبینه که زنان مثلا برخی چادر نداره، برخی مثلا لباس آزادتر پوشیده، اونا رو گفته شما بی حجاب هستین و به شدت لتکوب شده است. اما باشندگان بدخشان میگوین که در سالن عروسی در بخش زنانه حتی مردهایی که محفل دار هستن اجازه ورود نداره، اونجا تماما زنها هستن. چرا نظامیان و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر این گروه بدون اجازه وارد آن میشه و زنان را لتکوب میکنن؟ البته تنها در بدخشان نیست، در هر نقطه از افغانستان که شما برین
هرگاه که سالن عروسی مردها و زنها را شما ببینید جدا هست و در سالن زنانه مردها اجازه ورود نداره، حتی به جز امو داماد شاه بالایشون در بسیار جاها اجازه نداره، چون زنها لباس آزادتر می پوشه و چون برنامه زنانه هست در اونجا. ولی این که چطور نظامیان و کارمندان امر به معروف نهی از منکر این گروه و این گونه وارد میشه و به خود جرأت داده که زنان را لتکو بکنه واقعا عجیب هست. از توجه و همراهتون جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.